سلام به دوستان خوبم. امروز سه‌شنبه است، ششم شهریور 1403 و 27 آگست 2024. به دلیل سال کبیسه امسال تاریخ شمسی تولد من و میلادی یه روز فاصله داره. دیروز به تاریخ ایران شهریور پنجم شهریور تولد من بود و امروز 27 آگست به تاریخ میلادی. ممنونم از دوستان عزیز، مهربان و البته پرشماری که تبریک گفتن. خیلی دلم میخواست و خیلی برام لذت بخش بود که دونه دونه خودم تشکر کنم و وظیفه من بود، اما حتما خودتونم تصدیق میکنید که برای من امکانش نیست، ولی به هر حال ممنونم. انرژی که دادید، لطفی که کردید، آرزوهای خوب و دعاهای خوبی کردید، همش رو هر کدوم از دوستان برام بر نگاه خودشون یه سری آرزوی خوب، انرژی مثبت و دعاهای خوب، همه برای من هدایای بسیار خوبیه و بسیار شیرین و امید بخش. امروز من خبرها رو نگاه می‌کردم، دیدم اعتصاب حق مدارانه و البته شجاعانه پرستاران ادامه داره. در بوشهر ماموران کثیف حکومتی حمله کردن به پرستاران و خیلی عجیبه. میگن قدیمی‌ها میگفتن خدا جای حق نشسته. البته خب یه کسی آدمخواری میکنه، یه کسی دیگه سزاشون ببینه، ولی برای در این مجموعه انتظامی امنیتی و حکومتی در بوشهر ماموران آدمخوار حکومتی حمله کردن به پرستارانی که فقط حقشون رو میخوان. و عجیب هم است که به حد اقل ها قانعن. قبلا صحبت کردیم که میزان رقم اضافه کاری که پرداخت میکنه، اونم برای اضافه کاری اجباری، ساعتی 25,000 تومان. انگلزاده های قالیباف و حداد عادل و نمیدونم لاریجانی ها و اینها ولایتی میلیارد میلیارد میخورن و پرستار رو مجبور میکنن علی رغم سختی کارش اضافه کار اجباری وایسه برای ساعتی 25,000 تومان. قبلا در این مورد صحبت کردیم. حالا پرستاری که همین میخواد حقوق خودش رو استیفا کنه، حتی شاید بدون توجه به سختی کار توقع دارن حداقل ها براشون تامین بشه، ماموران آدمخوار و حکومتی حمله میکنن، ضرب و شتم میکنن، بازداشت میکنن. و در یک نقطه دیگه در علی گودرز قاچاقچیا 5 تا مامور انتظامی رو زخمی میکنن. یعنی مامور انتظامی که عرضه نداره از خودش دفاع بکنه و نیروهای امنیتی که عرضه ندارن از خودشون دفاع کنن، بالاترین مسئولانشون از پایتخت کشور گرفته تا پایتخت سوریه ترور میشن و به هلاکت میرسن. زورشون به پرستار میرسه، زورشون به معلم معترض میرسه، زورشون به کسانی میرسه که با تبلیغات حکومتی پول دادن برای خرید خودرو و خودروهاشون رو بهشون تحویل نمیدن، یا با تاخیر میدن، یا با افزایش قیمت غیر متناسب میدن. به هر حال قدیما میگفتن خدا جای حق نشسته. این مجموعه ای که مهمترین ویژگی همشون آدمخواریه و سرکوب و همراهی با حکومت علیه مردم، اینطور میشه که عرضه ندارم دیگه از خودشون دفاع کنن، از سطوح بالای فرماندهان قاچاقچی سپاه گرفته تا ماموران کوچک انتظامی که میگم همین امروز خبر اومده بود که در علی گودرز زارن دادستان علی گودرز اعلام کرد 5 مامور انتظامی در درگیری با قاچاقچی زخمی شدن. همین مامورانی که اشتباه به عنوان تعقیب قاچاقچی میزنن، بچهای مردم رو تو ماشین میکشن. تو همین لرستان 2 سال پیش زدن 2 تا بچه زیر 10 سال رو کشتن. گفتن داشتیم قاچاق فکر میکنیم قاچاقچی تعقیب میکنه، اونها دنبال خانواده میافتن به عنوان قاچاقچی و قاچاقچی اصلی میاد اینطوری باشون برخورد میکنه. نکته که به نظر من رسید که بگم، به گمانم با توجه به صحبت های امروز خامنه ای که حالا اسم دکتر ظفر قندیل هم تو سخنرانیش آورده، احتمالاً اصلاح طلبا خیلی زیادی خوش به حالشون میشن که آقا به لفظ مبارک خودش فرمود قرم ساخت چطوری. حالا احتمالاً راه میافتن دنبال حرفای خامنه ای، یه سری از این ور از اون ور، و اینکه خامنه ای گفته که باید شما بحث افزایش جمعیت رو در نظر بگیرید، به شدت پیگیری کنید. حالا یه سری حرفای هم خامنه ای در مورد ترکیب هیئت وزیران زده، از اون حرفای زده که دو طرف قصه راضی باشن. هم حرفای پزشکان در مجلسی که گفت من وزرای اصلی رو با خامنه ای هماهنگ کردم و تایید کرد، هم یه آب نبات چوبی قاقالیلی هم داد دست اونوریا که گفتن چرا گفتید همه رو آقا تایید کرده. ولی به هر حال خر پزشکان که از پل گذشته، البته خر خامنه ای از پل گذشته، پزشکان که نفعی نداره. نکته مهمش اینه که خامنه ای با حرفایی که امروز زد به نظرم تا مدتی یک خوراک درست کرد، به خصوص برای اصلاح طلبان که سکوتشون یا بی‌توجهیشون به وضعیت پرستاران رو توجیه کنن، خودشون سرگرم کنن به این حرفا. حالا یه سری موافق، یه سری مخالف، بعضی هم مثلا در خارج از کشور بیان به جای که متمرکز بشن بر مسئله پرستاران، بیان رو حرفای خامنه ای متمرکز بشن که در مورد افزایش جمعیت صحبت کرده.
شما خب میدونید که افزایش جمعیت خامنه‌ای که گفته حتی اطرافیان خودش گوش نمی‌کنن. شما ببینید سعید جلیلی چند تا بچه داره، رئیسی چند تا بچه داشت، و مردم به جیبش نگاه می‌کنن نه به خزعبلگویی‌های خامنه‌ای. ولی خب به نظر من خوراک خوبیه برای حکومتی‌ها و به خصوص برای اصلاح طلبان که خودشون رو سرگرم کنن و غفلتشون در نسبت به مسئله پرستاران رو توجیه کنن. این وظیفه ما رو سنگین‌تر می‌کنه که به هیچ وجه اجازه ندیم این نقشه احمقانه و البته غیر شرافتمندانه خامنه‌ای و اصلاح طلبان به نتیجه برسه و موضوع پرستاران که هم از حقوق خودشون دفاع میکنن و هم حق اعتصاب رو دارن تثبیت میکنن در ایران نباید بهش بی‌توجه بشه. همه ما وظیفه داریم که با انگیزه بیشتر پیگیری کنیم. ازتون خواهش میکنم همه دوستان هم خبرها رو تعقیب کنن، اگر زبانن به طرق دیگه میتونن حمایت کنن از پرستاران اعتصابی و سایر اقشاری که ممکن در آینده به اعتصاب بپیوندن، لطفاً دریغ نکنن دوستان. این نکته‌ای که بسیار مهمه عرض می‌کنم، شاید بخش عمده از حالا حتی هدف خامنه‌ای که یه سری حرفای پوپولیستی هم بود زده، اتفاقاً اینه که دوباره بحث‌ها و تحلیل‌ها، مخالفت‌ها و موافقت‌ها بره رو موضوع افزایش جمعیت و مسئله اینکه حالا چند نفر از وزرا رو خامنه‌ای تایید کرد، چند نفر تایید نکرده. اجازه ندید نقشه‌شون عملی بشه. خواهش می‌کنم حتی در مقیاس وسیع‌تر روزهای گذشته هر کس در حدی که می‌تونه موضوع اعتصاب پرستاران رو پوشش بده. و نکته آخری که میخوام بگم، توف بر پزشکیان، بر پسرش و بر حامیانش. پسرش یه توییتی گذاشته، حالا عکسش رو اینجا براتون میذارم، ببینید چه اهانتی کرده به روشنفکران. و بعد جالبه مش مزدور اصلاح طلب وقتی من انتقاد کردم به من حمله کردن که این حرفا چیه میزنی. دیدید که پسر پزشکم میگه که من با روشنفکران نویسندگانی که سر کار داشتم در یک ماه گذشته همشون اهل افیون بودن. دو تا نکته هست، یکی این که این پسری که حالا خودش هم خیلی موظف میدونه در همه چیز نظر کنه، تا یک ماه قبل هیچ نشست و برخاستی با نویسندگان روشنفکران نداشته. و دوم برای دلخوشی آقا ادامه توییتش میگه که بله عوضش رو راه کربلا میریم میبینیم مردم چیکار دارن میکنن، نویسندگان و روشنفکران مبتلا به چه افیونی هستن. این به نظر من البته شاید خیلی هم نباید گله داشت. پزشکان یک معاون اول داره به نام عارف و عارف یک انگلزاده‌ای داشت که چند سال پیش میگفتش که من ژن برتر دارم که به اینجا رسیدم. حالا لابد پسر پزشکان هم برای خودش این حق رو قائله که هر حرفی از دهانش در میاد چشم رو ببنده و دهان ناپاک رو باز کنه و اهانت کنه. من در مقام دفاع از همه نویسندگان و روشنفکران نیستم، اما اینکه کسی به خودش اجازه بده یه همچین اظهار نظری بکنه و بعد هم به هر حال عنوان پسر رئیس جمهور رو یدک میکشه. امیدوارم ببینیم آیا اصلاح طلبانی که اگر مثلا فرض کنید فرزند قالیبافی حرکتی بکنه بلافاصله واکنششون میدن، حاضرن در مورد این افتضاح و رسوایی پسر پزشکان حرف بزنن، یا اینجا که میرسه میگن پسر پزشکان ربطی پزشکان نداره، یا شاید حتی این رو هم نگن. خواهیم دید در روزهای اخیر به ما یک باشرف در بین اصلاح طلبان پیدا میشه که این خزعبلگویی و نجس خویی پسر پزشکان رو بهش پاسخ بده یا نه. ممنون از همراهیتون، شب و روزتون خوش.